برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز میخوام یک از پکیج وبسایت برناندیشان معرفی کنم. من خانم درمانی. خانم درمانی استفاده است که برای تعدادی از رویکردهای درمانی که به جای جدا کردن افراد خاص برای درمان انفرادی همه خانواده را به عنوان یک کل درمان شرکت دادند. این استفاده از دیدگاه نظری خونسا از خانواده درمانی را هم میتواند در چارچوب بسیار گوناگونی به کار برد. ساختار درمانی روشی است که توسط سالوادور در مینوچین معرفی شده است. تمرکز این روش درمانی بر روی 5 اصل خاص میباشد: وضعیت روانی تک تک اعضای خانواده، تعاملات بین فردی بر اساس ماتریس هویت، تشکیلات ساختار خانواده بر اساس تعامل اجتماعی، توسعه خانواده و پاسخگویی به نیاز اعضای خانواده، در نظر گرفتن الگوهای رشد خانواده به عنوان یک نهاد. روش درمان استراتژیک داریم، روش درمان سیستماتیک داریم. در استراتژی نظریه است که در بیشتر روش روان درمانی به دست میاد. روش درمان سیستماتیک هم ریشه در خانواده درمانی داره. روایت درمانی داریم، تفاوت روایت درمانی نسبت به سایر روش‌ها این است که فرد تشخیص می‌کنه تا خود واقعیش بشه و از مجموع مهارت خودش برای شناسایی مشکل و همچنین با حداقل رسانی مشکلات مربوط به زندگی روزمره استفاده کند. روش درمانی میان نسلی رو داریم. روش درمانی میان نسلی توانایی در اختیار درمانگر قرار میده تا تعاملات و برهم‌خورش‌های موجود مابین افراد خانواده را در مابین نسل‌های مختلف بررسی کند. ارتباط درمانی داریم، آسیب رازداری، مشکلات سلامت روانی توش بررسی میشه. حالا تو این پکیج هم چه مواردی بررسی میشه؟ تعریف خانواده، خانواده درمانی و موارد مربوط به اون، جایگاه جزئیاتی مثل والدینی که در رابطه خود دچار مشکل هستند، کودکانی که ممکن مشکلات رفتاری تحصیلی دارن، کودکان یا نوجوانانی که در کنار آمدن با یکدیگر دچار مشکلاتی هستند، یکی از اعضای خانواده مشکل روانی بلند مدت داره مثل سوء مصرف مواد، مثل افسردگی حاد یا اعتیاد به الکل داشته باشه. حالا نظریه مختلفی داریم: درمانهای ترکیبی التقاطی، خانواده درمانی مبتنی بر روان تحلیلی، خانواده درمانی تجربیاتی، خانواده درمانی رفتاری شناختی یا شناختی رفتاری، خانواده درمانی ساختی، خانواده درمانی های استراتژیک سیستمی و درمانی راه حل، خانواده درمانی سیستمی. حالا کارایش هم چقدره؟ خانواده درمانی در رفع مشکلات ارتباطی اعضای خانواده مفید بوده و میتواند به کاهش علائمی مانند اختلالات تغذیه یا مشکلات مصرف الکل کمک کند، اما ممکن است به انواع خاص‌تر درمان مانند درمان شناختی رفتاری یا داروها نیز باشد. خطرات خانواده درمانی: اگر خانواده درمانی توسط مشاور مجرب به درستی مدیریت نشود، میتواند برخی مشکلات را تشدید کند. اگر درمان خیلی زود متوقف شود، ممکن است نتواند مشکلات را به طور کامل حل کند. اگر یکی از اعضای خانواده مشکل در روند درمان امتناع کند، ممکن است کار این درمان را کاهش دهد. برای رسیدن به بهترین نتیجه، باید تمام اعضای خانواده برای رسیدن به اهداف مشترک با مشاور همراهی کنند. تو این پکیج تمامی جزئیات مربوط به خانواده درمانی به طور کلی به صورت 0% آموزش داده میشه. شما عزیزان میتونید برای تهیه این پکیج به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید تا به اون چیزی که میخواید دست پیدا کنید که جزئیات خانواده درمانی هست.